زين أبدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. شب شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام و شب قدر و شب توجه به خداوند متعال و راز و نیاز با پروردگار اجماعا صلواتی ختم بفرمایید. علی علیه السلام در خطبه متقین هنگامی که به بیان نشانهای انسانهای متقی و پرهیزگار میپردازد میفرماید: و صبرن فی شده. یکی از خصوصیات و ویژگی های انسان های متقی و پرهیزگار که اونها را از سایرین متمایز می کند صبر و شکیبایی اونها در برابر مشکلات و نابسامانی ها و سختی های زندگی و دنیاست. انسان های متقی، انسان‌های پرهیزگار، بندگان صالح خداوند با اتکای به قدرت الهی، به خاطر ایمانی که دارند، با اتکای بر قدرت الهی در برابر سختی‌ها، مشکلات، مصیبت‌ها، نابسامانی‌ها شکیبایی و ثبات قدم به استواری و استقامت دارند. ولذا صبر و شکیبایی از ویژگی‌های انسان‌های متقی و پرهیزگار است. در حقیقت واژه صبر یکی از واژه‌های فرهنگ انسان‌های مؤمن و صالح است. واژه صبر یکی از واژه‌های انسان‌هایی است که در مسیر سلوک به سمت خداوند متعال قدم برداشتند، یعنی رسیدن به مقامات و درجات و کمالات معنوی امکان پذیر نیست مگر اینکه انسان در این مسیر صبر و شکیبایی در برابر مشکلات و سختی ها و مصیبت ها و آزمایش های الهی از خود نشان دهد. به خاطر همین اهمیت صبر و این واژه معارف دینی است که علی علیه السلام تو همین خطبه متقین در چهار موضع در رابطه با صبر و شکیبایی مطلب بیان می‌کنند. و این نیست به خاطر اینکه یکی از خصوصیات و امتیازات انسان‌های متقی و پرهیزگار صبر و تحمل سختی‌ها در برابر مشکلات است. البته بحث کردن در رابطه با موضوع صبر یه بحث گسترده‌ای است
که در یک جلسه دو جلسه کفاف نمی کنه. اما به مقداری که فرصت اجازه بده با اختصار مطلب یه عرایضی را انشالله مطرح خواهم کرد. در لغت صبر به معنای شکیبایی آمده و این که این اصل معناست، اما در یه معانی دیگری برگرفته از اصل معنا به کار رفته. اون چه که به طور مختصر مد نظر ماست در رابطه با این واژه‌ای که از فرهنگ معارف دینی به شمار میاد، در حقیقت و صبر یعنی شکیبایی و نگه داشتن نفس، یا به تعبیر دیگر کنترل نفس. حالا بد نیست من به عنوان نمونه اشاره کنم به تعریفی که عده‌ای از اهل عرفان و علما در زمینه صبر بیان کردند. مرحوم شهید ثانی، امروز هم عرض کردم در خطبه نماز، یک کتابی داره به نام مسکن الفؤاد، تسکین دهنده دردهای دل. حالا این کتاب را هم مرحوم شهید ثانی برای خودش نوشته. در تاریخ دارد که خداوند متعال به او فرزندان زیادی عنایت کرد، اما همه اونهایی که پس از دیگری از دار دنیا رفتند. برای تسکین دردهای دل خودش، چون از دست دادن فرزند یکی از مصیبت‌های بسیار جانگدازه، برای تسکین دردهای دل خودش این کتاب رو نوشت، ولذا عنوانش گذاشت تسکین دهنده دردهای دل کسانی که عده‌ای از عزیزان و فرزندان خودشون رو از دست دادند. در اونجا وقتی که میخواد در رابطه با صبر مطلب بگه، چون بالاخره پایه و استوانه و اساس این مسئله، تسکین دهنده این مسئله، هر ناگواری، هر شدتی، هر غمی، صبر و شکیبایی است. اساس همه اینها زیر مجموعه اینها مسئله صبر و شکیبایی است. میگه به این که صبر نگه داشتن نفس انسانه، کنترل کردن نفس انسان است. در چه زمینه؟ در برخورد با مشکلات و مصیبت ها و ابتلاعات و آزمایش های پروردگار و مضطرب نشدن درون انسان. خب عده انسان هایی هستن که با کمترین گرفتاری و مشکلاتی اون قوت قلبش از دست میره، درونش مضطرب میشه، در تردید قرار میگیره. اما انسانی که صبر داره، ثابت قدم، استقامت دارد، درون او قوی است و مضطرب نمیشه. این یک تعبیر. یه تعبیر دیگه هم مرحوم ملا مهدی نراقی، این فقیه اهل بیتی که در زمینه اخلاق هم کتابی داره به نام جامع السعادات، در اونجا صبر رو اینگونه تعریف کرده که عبارت است از ثبات نفس انسان و متزلزل نشدن درون هر انسان در هنگامی که با سختی ها و مشکلات و نابسامانی ها انسان برخورد میکنه. چون انسانی که در ناز و نعمت و در رفاه و آسایشه، قطعا هیچ گونه مشکلی، استرابی در درون او پیدا نمیشه. اما اون زمانی انسان میتواند استقامت، ثبات قدم و قدرت درونی نفس خودش را آزمایش کنه که در برابر مشکلات و نابسامانی ها و گرفتاری ها مورد آزمایش قرار بگیره. لذا می‌فرماید به این که هنگامی که انسان با گرفتاری مواجه میشه در برابر مشکلات، حالت او و نفس او مانند حالت رفاه و آسایش باشه. همونطوری که نفس او، درون او در حال رفاه و آسایش بود، در هنگامی که با مشکلات مواجه میشه به همون گونه باشه. هیچ گونه تغییری در حالت طمأنینه او ایجاد نش. اینو فرمود به این که انسانی که صابره و ثابت قدمه دارای چین صفاتی، ولذا بندگان صالح خداوند دارای
این قدرت درونی هستند که میتونن مشکلات و سختی ها را تحمل کنند. و در هر صورت تمام این تعاریفی که از زبان علمای اخلاق و دانشمندان بیان شده برگرفته از کلمات گوهربار معصومین علیهم السلام است. ببینید در یک واقعی جبرائیل بر پیغمبر نازل شد، پیغمبر خدا فرمود به این که یا جبرائیل تفسیر صبر چیست؟ دارد که جبرائیل به محضر پیغمبر خدا عرض کرد. طبیعتاً بیان و عرض جبرائیل به پیغمبر از خودش نیست، از منبع فیض الهی قطعا خواهد بود. لذا عرض کرد که یا رسول الله تصبر فی الضراء کما تصبر فی السراء. حالت انسان، شکیبایی انسان، وضعیت نفس و درون انسان در زمان سختی به همون گونه باشه که انسان در آسایشه. این یک نشانه صبر. و فلفاقت کما فلغنا، اون که انسان در حال آسایشه، در ناز و نعمته، به همون گونه باشه که در حالت تهیدستی است، در فقر و فاقت به سر میبره. بعد فرمود به این که و فلبلا کما تصبر و فلعافیه، اینگان که انسان بیمار میشه، مبتلا میشه، مورد آزمایش قرار میگیره، وضع او و نفس او و روحیه او و درون او، صلی علی محمد و آل محمد، به همون گونه باشه که انسان در سلامتی و نعمت عافیت به سر میبره. یعنی حالت قبل و بعد هیچ گونه تغییری نکنه. اگر انسان توانست قدرت نفسی او به گونه ای بود، ایمان او به گونه ای بود که در تمام این دو حالت ها به یک گونه بود، قطعاً انسان صابری است و ایمان او، صبر او برگرفته از ایمان اوست. و نهایتاً صبر از واجه های معارف دینی است که نیاز به تمرین داره. اینطور نیست که هر انسانی بتواند از نقطه صفر در مقابل مشکلات، در مقابل نابسامانی ها و گرفتاری ها مقاومت کنه، استقامت کنه، ثبات قدم داشته باشه. در حقیقت صبر یک مرحله است که نیاز به تمرین دارد تا ملکی انسان بشه. اونقدر انسان در این زمینه تمرین بکنه در مواضع متعدد که وجود در حقیقت ملکه، یک تعبیر فارسی براش من عرض کنم، نهادینه بشه در نفس انسان. این شاید بهترین تعبیر باشه. وقتی که صبر این صفات، ان صفت از صفات بندگان صالح خداوند در انسان نهادینه شد، دیگه انسان درونش متزلزل نمیشه. اون حالت طمأنینه او قطعا تغییری نمیکنه. خداوند متعال در قرآن کریم 70 و اندی کلمه صبر رو ذکر فرموده و 19 مرتبه از این 70 و اندی خطاب به پیغمبر خداست، به رسول خداست که یا رسول الله صبر و شکیبایی را پیشه خود قرار بده. ولذا صبر یکی از مقامات، درجات و منزلگاه‌های عارفان خداست. اون کسانی که در این راه قدم برمی‌دارن و به سمت سلوک الالله در این مسیر حرکت می‌کنن، قطعاً این صبر ملازم اونهاست. شکی درش نیست که انسان به مقامات و درجات عالیه و کمالات معنوی عرفانی نمی‌رسد مگر به صبر و تحمل مشقات و شدائد و مشکلات دنیا. اینو میخوام عرض کنم که در این دنیای امروز ما واقعا ما بیشترین نیاز را به این واژه معارف دینی داریم. اگر انسان بتواند این صبر را نهادینه کنه در خودش، بسیاری از گرفتاری ها و مشکلات و مصائب برای او حل میشه. وقتی که ما احساس کنیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، خب اون چه که تأثیر گذاره در وجود، در این کون، در هر چی که در اینجا، در این دنیا و کون هست،
قدرت الهی است. خب انسان این خودش یه نوع درجه از ایمان انسانه. انسان قطعا در این مقابل مشکلات صبر و تحمل و شکیبایی را پیش خود می کند، ولذا رسیدن به مقامات عالی امکان پذیر نیست مگر اینکه انسان بتونه قدرت تحمل مشکلات را داشته باشه. من یه عرض کنم، یه در زمان حضرت داوود خداوند متعال به حضرت داوود وحی فرستاد، اسم یک بانوی از بانوان دوران پیغمبر خدا نبی خدا حضرت داوود را برد و خدا فرمود به این که برو به اون بانو و به اون زن دو مطلب را بیان کن: یک، او را به بهشت خدا بشارت بده. خیلی مقام است که انسان در دنیا پیغمبر خدا بیاد به او بشارت بهشت بده. یک. دوم، دارد که خداوند متعال به حضرت داوود وحی فرستاد که به این بانو بگو که در بهشت من تو را به عنوان همسر پیغمبر خدا انتخاب کردم. چه مقامی بالاتر از این که در آخرت، در روز قیامت، در بهشت یک بانوی به مقامی از مقامات و کمالات معنوی رسیده که خداوند متعال او را به عنوان همسر پیغمبر خدا او را برمیگزیند و انتخاب میکند. میگن که بلافاصله حضرت داوود بلند شد، آمد در خانه این بانوی محترمه، دق الباب کرد، در باز کرد، عرض کرد که یا رسول الله، یا نبی الله، آیا خداوند متعال در مورد من وحی مطلبی فرستاده؟ فرمود بله. خلاصه مطلب این که فرمود به اون بانو که خداوند متعال دو مطلب را بیان کرده: یک، بشارت بهشت; دو، تو را به عنوان همسر پیغمبر خدا در بهشت برگزیده. بهش گفت نکن تشابه اسمی شده؟ گفت نه، قطعاً تو خودت هستی که خدا تو رو به عنوان یک زن برگزیده انتخاب کرده. گفت خب من پیغمبر خدا رو تصدیق میکنم. در اینجا حضرت داوود از این بانو سوال کرد که چی شد که تو به این مقام از مقامات عالیه رسیدی که خداوند متعال در دنیا به تو این دو بشارت رو داد؟ گفت بله، این یه قصه ای داره. عرض کرد به پیغمبر خدا که هیچ دردی، نابسامانی، مشکلی به من متوجه نمی شد، هرچی که باشه، به هر اندازه باشه، هیچ سختی، هیچ فقری، فاقتی، بله، من با او مواجه نمی شدم مگر اینکه در مقابل همه اونها صبر و شکیبایی می کردم. بعد این زن به پیغمبر خدا عرض میکنه که یا نبی الله، نه فقط صبر میکردم بلکه از خدا نمیخواستم، خدایا این حالت مرا به حال بهتر تبدیلش کن، محول به حال بهتر کن. ما در دعای وقت تحویل سال میگیم که حول حالنا الى احسن الحال، اما میگه من همین رو هم از خدا نمیخواستم، به اون چه که خدا برای من مقدر کرده بود راضی بودم. نه فقط این، یه تطمیه هم داره. بعد میگه به این که با همه این گرفتاری ها و مشکلاتی که تحمل میکردم، شکرت الله و حمدته، نه فقط صبر میکردم بلکه شکر و سپاسگزاری خدا رو هم میکردم. انسان های مؤمن همینطورن. حالت چطوره؟ در نهایت اوج بیماری و درد به سر میبره، میگه الحمدلله. در بدترین وضعیت اقتصادی است، چگونه به سر میبری؟ خدا را شکر. لذا صبر و شکیبایی همیشه یه ملازمه با حمد و سپاسگزاری خدا داره. گفت بله. گفت که اون چی که گرفتاری، مشکلات، مصیبت، فقر، بیماری، سختی به من وارد میشد، در مقابل همه اینها من حمد و سپاس خدا را می کردم و همین ها را تحمل می کردم و از خدا نمی خواستم که خدایا این وضع ما را تحویل کن به حالت
بهتر. بعد دارد که پیغمبر خدا فرمود فبهذا بلغتی ما بلغت، گفت عجب، پس به خاطر این وضعیت توست که به این درجه و مقامات معنوی رسیدی. حالا این روایت را در منابع مصادر روای ما از قول فرمایشات امام صادق علیه السلام نقل کردند. امام صادق در ذیل این روایت تیکه می‌فرماید، فرمود به این که امام صادق فرمود و هذا دین الله الذي ارتضاه للصالحين، فرمود به این که بندگان عبد صالح خداوند که خداوند دینشون را مورد رضایت قرار داد به خاطر این که سرلوحه زندگی اونها صبر و شکیبایی و تحمل مشکلات. بنابراین هر انسانی در این دنیای امروزه مخصوصا عزیزان گرفتاری داره، مشکلات داره، بیماری داره، مصیبت ها، مصائب و امثال اینها، اما اون چه که میتونه تسکین دل دردمندان باشه تحمل کردن مشکلات، و اون هم برگرفته از ایمان قوی انسانی است که در مواجهه، در مقابله، در برابر این گرفتاری ها و سختی ها درون او مضطرب نشه. حالت او در هنگام گرفتاری با قبل از اینی که در حال رفاه آسایش بود هیچ گونه تغییر تحولی درش ایجاد نشه. لذا فرمودن صبر و شکیبایی و بردباری، به تعبیر بهتر بردباری در برابر گرفتاری ها و مشکلات و سختی ها و نابسامانی ها یکی از منزلگاه های انسان‌های عارف است. هر کسی به این منازل عرفان الهی نمی‌رسد مگر اینکه زندگی او همراه با صبر و شکیبایی در برابر مشکلات باشد. آیا بالاتر از امام معصوم، شخصیت امامی که اول مظلوم عالم، زندگی خودش معجون و همراه با صبر و شکیبایی بود؟ وجود مقدس امیر المؤمنان که او امام صابران است، امام بردباران است، امام کسانی است که زندگی او چه در دوران پیغمبر و به ویژه و به خصوص در دوران پس از پیغمبر همراه با تحمل سختی ها بود. لذا فرمود به این که اون چه که اعقل بود، بهترین راه و مسیر بود برای حفظ جامعه، وحدت جامعه اسلامی و حفظ دین خدا و حفظ زحمت‌هایی که پیغمبر در راه این کشید، صبر کردن در مقابل اون مشکلاتی بود که پس از پیغمبر بر من و اهل بیت من وارد شد. عرض کردم که چون مطلب بسیار گسترده است، چکیده مطلب فرصتی هم نیست دیگه، عزیز ما هم تشریف آوردن. در هر صورت ما اقتدا می‌کنیم به امام خودمون که امام صابران است. بالاخره ما عنوان شیعه داریم، ما عنوان هستیم، امتیاز هست داریم که ما پیرو علی هستیم، شیعه علی هستیم، و شیعه علی نمیتواند باشد مگر اینکه همانند او زندگیش همراه با صبر و شکیبایی باشد. همین صبر و شکیبایی باعث شد که مانند امشبی در بستر بیماری از دار دنیا رحلت کند و به شهادت برسد. امشب شب شهادت مولاست و بند چند جمله عرض مصیبت و التماس دعا داریم. السلام علیک یا مولای یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین و یا وصی رسول الله، چرا شیر خدا امشب ز بستر بر نمی خیزد، چرا شیر خدا امشب
ز بستر بر نمی خیزند، برای ذکر با حی داور بر نمی خیزد. آری علی را ضربت شمشیر زهرآلود قاتل چنان از پای افکنده که دیگر بر نمی خیزد. آی فرزندان دور بستر بابا را گرفتن، وقتی بدن مبارک و جنازه مبارک علی را برداشتن، یه وقت دیدن حسین فریاد زد و انقطاع زهرا یا و ابتا یا بابا کمرم شکست، بابا حسین یه جای دیگری هم همین جمله را تکرار کرد. هنگامی که آمد کنار بدن قطعه قطعه برادرش ابوالفضل، یه وقت صدا زد الان انکسر ظهری وقلت حيلتي. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا الحسن ويا أبا عبد الله. پروردگارا عبادات ما طاعات ما را در این ماه پرفیض به کرمت قبول بفرما، در فرج آقایمون امام زمان تعجیل بگردان، ما را از یاران و پیروان باقیش قرار بده، اونایی که حاجت دارن، سفارش کردن، نیازمندها، خدایا همه اونها را به برکت امام حسین و فرق شکافته امیرالمؤمنین مورد اجابت و استجابت قرار بده. جوانهای ما پروردگارا، دختر و پسر را پروردگارا از کید کفار و سختی‌های روزگار محفوظ و مسون بدار. پروردگارا پیروان اهل بیت در این دنیای آلوده، خدایا اونها را از شر اشرار و کید کفار و همچنین وهابیت وحشی و تکفیری ها پروردگارا نجات و خلاص بفرما، جهت شادی ارواح طیبه مؤمن و مؤمنات و اموات این جمع، مخصوصا بانی و مؤسس این بنیان مرحوم دانشیار و آقای ابو علی شمری و سایرین، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.